یکی از دانشجوهای یعنی آدم های معمولی بودم که اصلا بی ربط ترین حالت ممکنه منو گرفتم. اون روز تو تظاهرات شرکت نکردم و میشم دانشگاه برمیگشتم خونه. اذیت کردن، آزار دادن، شکنجه دادن. شکنجه هایی که تو تلویزیون دائما میگن ما این کارو نکردیم ولی این کارو کردن. به تمام دنیا این کارو کردن. این کارو با من نه، با خیلی های دیگه کردن. وقتی که دستگیر کردن و تو ماشین نمون کردن، مرد تو راه میزدن و اذیت میکردن، دائما به من فحش میدادن. اینا که ما رو میزدن یه سری آدم بودن که یه سری پلیس بودن، لباس‌های گاردی پوشیده بودن، هیکل‌های بزرگی داشتن، روی صورتشون از این کله‌هایی که فقط چش و لب و دهنشون معلومه کشیده بودن. من نمیدونم اسم این کله‌ها چیه که معلوم نشن. بعد اسمشون هم از روی این فرمشون کنده بودن که اصلا هیچی معلوم نشه، هیچ چیزی، فقط لباس‌های گاردیشون، اون درایی که اون سپراشون، اون باتوماشون، همه‌شون شبیه هم دیگه بود. تو اون ونی که مثلا گشت ارشاد هستش که بیرون می‌ذارن گشت مردمی رو چک می‌کنن، تو اونا ما رو می‌زدن، بعد فوشمون می‌دادن، تحقیرمون می‌کردن. بین اینا یه پسری بود، جوان بود، زیاد سنی نداشت، سیبیلاش در نیومده بود، اصلا مرد نشده بود. این با شهوت به ما دست می‌زد، به سینه‌های به سینه‌های خانوما، به همه جا، اصلا هر جایی که احساس می‌کرد، و کسی جرأت نمی‌کرد بهشون بگه که این کارو نکن، این کارو نکن. یعنی یکی از خانوما که اعتراض کرد، یکیشون با سیلی گذاشت توی دهن خانوم که اصلا ساکت شدیم همه. این به صورت شهوانی به ما دست می‌زد، اذیت می‌کرد. یه نفرم فیلمبرداری می‌کرد، یه نفرم دائما با دوربین هنگام از اون فیلمبرداری می‌کرد، از همه زوایا. ما رو منتقل کردن به یه جایی، یه مثلا شبیه سوله بود. من ندیدم چه سوله‌ای بود، من فقط می‌دونم که دیوارای بلند و ساختمون شبیه سوله‌ای داشت، ساختمونی بود که شیروانی بلندی داشت. با اینکه من قیافه‌هاشون رو ندیدم، اینا مطلقاً با هم حرف نمی‌زدن، اینا لام تا کام با هم حرف نمی‌زدن، اینا لام تا کام با هم حرف نمی‌زدن. انقدر اینا آدم‌های ترسویان، جلوی آدم مثل من که اصلا نمی‌تونم، بعد الان بعد یک سال توانایی حرف زدن اینو پیدا کردم، دارم حرف می‌زنم. چرا قبلاً نبودم؟ آره می‌دونم توانایی حرف زدن ندارم. من یه آدم معمولی که این همه بلا سرش اومده، بعد از یک سال به خودم گفتم باشه من حرف میزنم، ولی الان بریم مثل منو پیدا کنیم، بریم مثل منو حاضر باشه مصاحبه کنم. نیستن اینجور آدم ها، نیستن. تواناییشون تو مخیهشون نمی گنجه. یه بار دیگه اون از اول شکنجه ها، یه بار دیگه اون همه مشکلات. هیچ کس نمیاد این حرف رو بزنه. اگه نمی ترسیدن این بلاها رو سر ماها در نمی آوردن، به والله در نمی آورد. من خیلی آدم خداپرست نیستم، ولی به یه چیزایی اعتقاد دارم. اونا درون منم خورد کردن، درون من، نه تنها من، همه جوری خورد کردن که میگم اه لعنت به این خدا. مگه من چیکار کرده بودم؟ مگه من چیکار کرده بودم که اینجوری باید تقاص کارم رو پس بدم؟ من یه دونه رأی داده بودم، اونم به موسوی داده بودم که هیچ وقت شمارش نشد، هیچ وقت شمارش نشد. کشیدنمون، بردنمون رو زمین کشیدن، یعنی حتی به اون نمیگفتن پاشو را برو، میکشیدن مثل گونی قشنگ میکشیدن ما رو، بردن یه جایی که مثلا حالا تو راهروهایی که با اون پرده ها درست کرده بودن. بعد به ما یه دونه برگه کپی شده دادن، کپی بود، تایپ بود، تایپ فونت معمولی که همه ادارات استفاده میکنن، بهمون دادن، گفتن از روی برگه بنویس. روی برگه چی نوشته شده بود؟ نوشته بود من داشتم یعنی قشنگ من داشتم برگه اعترافی که هیچ وقت انجام نداده بود، یعنی کاری که هیچ وقت من انجام نداده بود، چون خودم با دستای خودم می نوشتم و از اون رو برگه داشتم می نوشتم. برگه ای که نوشته بود که من یه اختشاشگرم، من یه امنیت ملیمو در خطر انداختم، من این کاری کردم، من اون کاری کردم و من یه تروریسمم. من توی کیفم
حتی یه دونه ناخونگیر ندارم که حالا بگم که مثلا یه چیز برنده یه چیزیه. من هیچی نداشتم، من دانشگاه داشتم برمیفتیم، خودکارم بود با جزوه‌ام، همین، چیز دیگه ای نداشتم. ما رو جدا کردم، پنج نفر جدا کردم و همون پسری جدا کرد که ما رو توی ون انگولک همون میکرد، اون ما رو جدا کرد. مثلا میگفت من جزو خوشگلاشم، اون بر بودم، صفحه اون بر. واسه همه گروه ها موهام نزدن، من موهای بلند داشتم، موهای من اینجوری گرفت تو دستش محکم. مرد موهای من زد، مرد منو تفتیش بدنی کرد، مرد منو گشت، مرد به تمام وضعیت من دست داد، به تمام هیکل من مرد دست داد. زنی وجود نداشت اونجا. عمدن میزد که من سرم زخم میشه، اصلا یه جوری میزد که من آزار بده. دست میکشیدم به تمام، داشت که ماهی منو میزد، یه نفر داشت دست میکشیدم. یه جوری من توی بغل این آدم بودم که من اینجور صندلی نبودم، که من اینجوری یه جوری بغل کرده بود که اینطوری سر منو گرفته بود و داشت میزد، با پاهاش هم داشت با من برمیرفت. ما پنج نفر رفتیم طرف یه سلول بود، خیلی کم بود، خیلی کوچیک بود. آدمای دیگه گرفته بودن اونجا بودن. ما با صورت زخمی و بدن کوفته و اصلا یه وضعیت افتضاحی نخونمون تو اون سن بودم تا تکلیفمون به قول خودشون روشن کنن. 18 ساعت ما رو تو اون سلول نگه داشتن. من به شدت دستشویی داشتم، دستشویی به من فشار می آورد، اذیت هم می کرد، آزار هم می کرد. احساس می کردم مثانه من داره مود ترکه. از حالت دستشویی داشتن، حالت تهوع گرفته بودم، تشنم بود، یک عالمه مشکلات دیگه داشتم که همه انسان ها تو کتاب حقوق بشر خوندم همه انسان ها وقتی بازداشت میشن تمام این کاراشون انجام میشه. من اونا رو هم نداشتم. من حق مسلمه یه انسان که دستشویی رفتن، آب داشتن، حتی وکیله، حتی حق اینکه من زنگ بزنم بابا نگران من نشو، مامان نگران من نشو، من این گرفتنم نداشتم. من اصلا نمیتونستم غذا بخورم، میل غذا خوردن نداشتم. من بیشتر دوست داشتم یه تلفن باشه، زنگ بزنم به بابام بگم من نگران نباشم، به مامانم بگم نگران نباشم. اونو بیشتر واسه من اهمیت داشت، بگم که آقا جون من اینجا، یه نفر بیاد به دادم برسه، فقط بیاد کمکمون کنه. ما سه روز اونجا بودیم، تا اون سه روز نگفتن که اصلا از ما چی میخوان. خیلی گفتن آخه اعتراف کنید بریم بیرون، میتونم فلان کنیم. یعنی مثلا در بلا تکلیفی قوطه برت کنن، به یه جایی برسونن که بگن بسه، به خودت بگی اح بسه، خوام راحت شم، هر کاری بکنی، هر چیزی باشه، هر چیزی رو بپذیری. بعد سه روز ما رو با دستایی بسته، دستایی که با زنجیری که با به پاهامون بست شده بود و چشهایی بسته، چشمند و چیزی که روی صورتمون کشیده بودن، ما رو منتقل کرد، ما رو بردن به یه بازداشتگاهی بود. واقعا نه من، آدمای دیگه هم نمیدونم کجا. فکر میکنم از اون چیزی که بیشتر زجرم داد تماس لمسی دستای اینا بود با ما، بیشتر از فحش و زجرم داد. دست زدنهای اونا بسن شکنجه بود. برمیشن گفتن یا زهرا از ما قبول کن. تفکر خودت، آیا حضرت زهرا به این اعتقاد داشت؟ به اسم فاطمه، به اسم زهرا، خدا شاهده میخواست دست بکشه. بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، خدای از ما قبول کن میگفت، انگار که مثلا یک مراسم خیلی محترمیه، مثل ازدواج، شبه هجله ازدواجه، این آقا داره با من انجام میده. از این حرف که میگن نیروهای خودسر بدم میاد، اگه تو انقدر پوستت کلوف نباشه، پشتت مثل چی سد نباشه، نیروی خودسر میشی؟ نیروی خودسری وجود داشت؟ همه شون آرمی که بالای برگه ها بود، آرم دادگستری بود، آرم وزارت اطلاعات بود، نیروی خودسری نبود. اگه نیروی خودسرم، خاک بر سر خامنه‌ای. نیروی خودسر چیه؟ همه جای دنیا نیروی خودسر. فکر کردی من بچه 6 سالم سرمون گول می‌مالم این حرفا رو بهمون می‌زنن؟ نه، تو بعد 6 سالم نیستم همه چی رو فهمیدم. یه پرده بالاتر از این که دیگه
به راحتی آدم میکشن میگه نیروی خود سره. ما رو بردن به یه بازداشتگاه. اینجا قشنگ بازداشتگاه بود، برای اینکه مثل اونجا سوده نبود که بگیم با پرده جا به جا کرده بودن. این نفر رفتیم تو سلول، این نفر انداختم تو سلول های یه نفره. من فهمیدم هر موقع میریم میخوام ببرن بازجویی، بعد از اینکه باز از بازجویی میارن تو سلول یه نفره میبرن، یعنی انفرادی میبرن میدارن که کلب نتونی به کسی اطلاعات بدی. بعد بودن من که انداختم تو سلول، بعد 20 دقیقه خیلی مدت خیلی کمی منو بردن اتاق بازجویی. پاهم روی زمین، دست از پشت بسته، دهنمو بستن و چشام. هر روی صدا فهمیدم یه دری اونجاست. یه دری اونجا باز شد. وقتی من نشوندن اتاق تاریک بود، من تای اتاقو نمیدیدم، ولی اونجا یه دری باز شد. یه نفر اومد تو، صدای پاهاش. جلوی من یه میز بود، نشست. اختشاشگری؟ نظامو به هم میزنی؟ فکر میکنی هیچ کس نیست پیگیری کنه؟ تو فکر کردی چی هستی؟ از کدوم گروه هکی؟ میتونم بسته بود. چرا حرف نمیزنی؟ یه دون سیلی. من عشقم در اومد، قجال عشقم دیدم رو گونم رقضید اومد، یعنی احساس دیدم که من احساس کردم من عضو گروه هکی نیستم. خفه شو، هر موقع من گفتم حرف میزنی. زد رو میز، تمام وجود من میورزید. من احساس کردم که اصلا بدنم جمع شده، من بی‌دفاع‌ترین حالت ممکنه. هر موقع ازت پرسیدم جوابم رو میدی. شروع کرد حرف زدن. آره، واسه کدوم گروه هکی؟ واسه چه کاری میکنی؟ از طرف، از گروه های میخوای نظام رو براندازی کنی؟ گفتم من این کار رو نمیکنم، در توان من نیست. فیلم هم بازی میکنی؟ فکر کردی منم مثل آدم های دیگه به حرفت گوش میدم؟ چی من گفتم؟ ساکت بودم. بعد سال بعدی چی کاره ای؟ من دانشجوام. دیگه نیستی؟ از این به بعد دیگه نیستی؟ دیگه نگو دانشجوام. حتی دفعه دیدم یه جسمی نشست رو پای من، که نشستم هاش روی پاهای من بود. من زیر فشار این نمیخوام نفس بکشم، بس صورتش، صدای نفس کشیدنش، صورتش جلوی صورت من بود. من که از ترس مرده بودم، اصلا صدام در نمیومد، ساکت. اولین کاری که کرد با زبونش صورت من رو دید. احساس کردم وجود من خالی شد، احساس کردم تمام وجود من از دهنم داره میزنه بیرون. بعد شروع کرد لباسای من رو در آوردن. من دهنم بسته، چشام بسته بود، دستام بسته بود. میرون کارم من گریه میکردم. خفه جنده شد همه شیادم میاد که بعد شروع کرد سوتیانم و دستم و همه جام رسته چطورم باز کرد. اون پشت پنم بود، من مقنه سرم نبود، هیچ سرم نبود. باز کرد و شروع کرد و هم لمس میکرد، هم میزد. گفتش که یه کاری میکنم که